علیکم. اگر از دنبال کننده های سیدپور باشید میدونید که من زیاد راجع به فایمن حرف زدم، راجع به اینکه چقدر این آدم مهارت داشته در توضیح دادن مفاهیم به زبان ساده. و قاعدتا هر کسی که فیزیک خونده حتما یه جایی تو عمرش رفته به توسعه آدم یه چیزی از فایمن خونده و این حرف منو تایید میکنه. فایمن نوبلیست بود، آدم خیلی بزرگی بود توی فیزیک معاصر و شاید یکی از دلایل شهرتش این توانایی در بیان مفاهیم فیزیکی به زبان ساده. یه مجموعه لکچر داره که هر کسی خونده باشه میدونه تفاوت جدی توی متن اونها هست با هر کتاب استاندارد آموزشی فیزیک دیگه، یا سخنرانی‌هاش یا هر چیز دیگه. بین معاصرها، بین آدمایی که هنوز زنده هستن، یه فیزیکدونی هست به اسم کارلو روولی که به نظر من بهترین فیزیکدون معاصره در بیان مفاهیم به زبان ساده. من خیلی آدم رو دوست دارم و احترام خاصی قائلم برای نوشته‌هاش. این آدم شاید یه تفاوت جدی با فایمن داشته باشه و اون اینه که فایمن سبک و سیاق آمریکایی داره، یعنی مدلش مدل آمریکاییه و این آدم ایتالیاییه و استاد فیزیک توی ماسه فرانسه است فکر کنم و سبکش فرانسوی، سبکش ایتالیایی. از اون طرف این آدم با ادبیات خیلی آشناه، با فلسفه آشناه. من نمیگم فایمن با فلسفه آشنا نبوده، این ولی بیان فایمن با بیان این آدم متفاوته، یعنی دو تا سبک فنی مختلف در روایت میبینید. آدم یه سری کتاب داره که هر کدومشون ارزش خوندن داره. یه کتابی داره به اسم 7 درس کوتاه بر فیزیک که به نظرم اون بهترین کتابشه، خیلی هم قطرشکمه. اینجا نیست که بهتون نشون بدم، من اینقدر خوب بود که دادم دست یکی از دوستان بخوندش. ولی یه سری کتاب دیگه هم داره که به نظرم خیلی خوش میگذره خوندنشون و نیاز نیست شما دانش فنی از فیزیک داشته باشید. یه کتابی که قبلا معرفی کردم، یه کتابی که جلدش زرده، عنوانش هم زرده، عنوانش هست There are places in the world where rules are less important than kindness. و همینطور که من خیلی چیز چرتی به نظر میرسه ولی اینطوری نیست. علتش اینه که این کتاب مجموعه ای از نوشته های پراکنده این آدمه در روزنامه ها و جاهای مختلف که جمع کردن، ترجمه کردن به انگلیسی چون احتمال اصل خیلیشون به ایتالیایی بوده و مجبور بودن یه اسم بزنن روش، اینو زدن. برای همین نه به رنگش توجه کنید نه به عنوانش و اینو بخونید. این خیلی کتاب هیجان انگیزیه و راجع به موضوعات خیلی خیلی مختلفی حرف زده. مثلا و کتاب مستقله، از یعنی جزش مستقل چون نوشته های پراکنده ای. به نظرم یه بخش مهمه این کتاب این نیست که این کتاب اصلا راجع به این نیست که به شما چیزی رو مفاهیم فیزیکو به شما توضیح بده. این کتاب راجع به اینه که فرایندهای علمی رو توضیح بده یا فرایندهای زندگی علمی رو بیشتر توضیح بده. راجع به این حرف میزنه که یه دانشمند بودن چجوریه، راجع به این حرف میزنه که اشتباهای اینشتین چی بود، راجع به داروین حرف میزنه، راجع به اینکه چه علمی، راجع به این حرف میزنه که مثلا روانشناسی و دین و خدا و این حرفا رابطه شون با علم چیه، راجع به نجوم حرف میزنه، راجع به سیاه‌چاله ها حرف میزنه، راجع به آزادی حرف میزنه، راجع به چرچیل حرف میزنه، راجع به گرمایش جهانی حرف میزنه و چه چیزای مختلف هم جمع شدن توی این کتاب و خوندن شون هم به همه توصیه میکنم. من از خوندن این کتاب خیلی لذت بردم. ممکنه بعضی از نوشته‌هاش آدم دوست نداشته باشه ولی خب خوبش اینه که قطعات جدا از همین و میشه خوند و مثلا کنار تخت گذاشت شبیه بخشش رو خوند، فوق العاده است. امشب ولی برنامه اینه، معرفی کتاب جهد زمان. این کتاب که یک کمی قطورتر از اون 7 درس آسانشه راجب زمانه و کتاب پرفروشی بوده، کتاب معروفیه و توی کلمه میشه بگی بسیار خوشخوان. 3 فصل عمده داره. قبل از اینکه من توضیح بدم راجع به این کتاب یه چیزی بگم، شاید بعضیاتون بدونید که من چندان طرفدار نوشته های هاکینگ نیستم. هاکینگ رو به عنوان یه فیزیکدان بزرگ قبولش دارم ولی احساس میکنم کتابی مثل تاریخچه زمان
اونقدرها هم هیجان انگیز و خوب نوشته نشد. شاید هم نظر شخصی می، ولی این به نظرم این کتاب جهت زمان روئلی کاریو کرده که هاکینگ باید میکرده. قبل از اینکه راجع به کتاب بیشتر حرف بزنم، یه مقدمه کوتاهی بگم که چرا زمان اینقدر چیز چالش برانگیزی. اگر شما کمی فیزیک خونده باشید، خیلی زود متوجه میشید که یه سری مشکلاتی هست که سبب میشه دیگه به این فکر کنید که زمان اونقدر هم که فکر میکردید بنیادی نیست و حداقل جهت زمان به نظر میرسه که چندان قابل درک نیست. یعنی شما شروع میکنید قوانین نیوتون رو یاد میگیرید و بعدتر مکانیک کوانتومی یاد میگیرید و میبینید که در تمام قوانین بنیادی فیزیک اثری از پیکان زمان نیست انگار. یعنی در قوانین بنیادی جایی به شما نمیگن که زمان باید این طرفی حرکت کنه یا این طرفی. یعنی به عنوان مثال قانون نیوتون وقتی شما یاد میگیرید، قانون اول، دوم، سوم، یه جایی هست F مساوی MA و این یه مشتق مرتبه دو زمان دارید یه برای معادله و اینجا زمان وارد نمیشه. یعنی شما زمان چه رو به این طرف بره چه رو به اون طرف معادلات کار میکن. و سوال پیش میاد که پس این جهت مرجح زمان، این گذشته و آینده از کجا میاد؟ و این توی قوانین بنیادی نیست. این از کجای حسر و کلش پیدا میشه؟ این یه سوالشه بسیار بسیار جدیه. یه سوال دیگه اینه که وقتی شما شروع میکنید نسبیت خوندن، میفهمید که زمان اونقدرایی هم که فکر میکنید مطلق نیست. زمان وابسته به ناظره. یعنی بعد شما میبینی یه آدمی که با یه سرعتی حرکت میکنه زمان رو جور دیگه حس میکنه نسبت به کسی که کنتر یا تونتر داره حرکت میکنه. برای همین شروع میکنید به سوال کردن که این زمان تهش چیه؟ این چالش ها هست و بعدتر که مثلا آدم ها ترمودینامیک میخونن با قانون دوم آشنا میشن و مفهوم به اسم آنتروپی آشنا میشن و خیلی ها از قانون دوم که بیانش اینه که آنتروپی در یک سامانه بسته هیچ موقع کم نمیشه به عنوان حجتی بر جهت مرجح زمان استفاده میکنه. یعنی که قانون دوم ترمودینامیک به ما یک جورایی دیکته میکنه که زمان همیشه باید جوری به سمتی حرکت کنه که آنتروپی سامانه کم نشه. این خیلی چیز ساده ای نیست برای کسی که درک ریاضیواری میخواد از این داشته باشه، به خاطر اینکه راجبه کم و زیاد شدن آنتروپی وقتی شما خیلی دقیق به مسئله نگاه میکنید، وقتی فیزیک آماری یاد میگیرید، میفهمید که آنتروپی رو ما همیشه در یک فرایندی به اسم درشتان بندی کورس گرینینگ اندازه گیری میکنیم و این سبب میشه که کم و زیاد کردن آنتروپی وابسته به ناظر بشه. یعنی این ما هستیم که سبب زیاد و کم شدن یا آنتروپی میکلی. خلاص اصلا مشکل جدیه اینجوری وجود داره سر زمان. آقای روئلی سعی میکنه توی بخش اول این کتاب راجب اینا حرف بزن. بخش اول کتاب راجب این حرف میزنه که loss of unity, loss of direction, the end of the present, loss of independence, count of time. حرفایی که من زدم با بیان خیلی بهتر و عمومیتری مطرح میکنه و میگه خب این مشکلات ما داریم. فصل دوم کتاب، یعنی بخش دوم کتاب که به نظر من بهترین بخش کتابه، راجبه اینه که دنیا بدون زمان و اینجا راجبه این حرف میزنه که میشه دنیا رو جوری از لحاظ ریاضی نوشت که زمان توش نباشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. راجبه رویداد حرف میزنه، راجبه بیان ما از دنیا حرف میزنه و راجبه اینکه زمان اونقدری که ما فکر میکنیم از لحاظ ریاضی چیز خاصی نیست. فصل آخرش راجبه عنوان یا مبدع زمان حرف میزنه و راجبه این پرسش آنتروپی و اینکه زمان از ایگنورنس میاد و این چیزها حرف میزنه و به نظرم خیلی خوب سعی کرده به این سوال جواب بده، ولی تا حدی که تونسته، چون به نظر من فصل سه به خوبی دو فصل قبلش نیست. علتش هم اینه که خیلی کار سختی رو داره میکنه توی کتاب. یعنی فصل سه جاییه که واقعا اگر شما یه کمی فیزیک آماری پیشرفته بلد باشید میبینید سخت توضیح دادنش حتی به کمک ریاضیات با اون همه ابزار به آدم ها.
و روولی سعی کرده تو این کتاب بدون اونها این کار رو انجام بده. برای همین من نمیدونم کسی که مثلا مکانیک آماری نخونده چه حسی داره از این فصل. من کتابو خیلی روون میدونم، فصل 1 و 2 خیلی سریع خوندم، فصل 3 بخش 3 رو که رسیدم چندین بار برگشتم و خوندم، چون که هی میخواستم نظیرش کنم به اون چیزایی که میدونم و بلدم و نمیشد، چون خیلی کار سختی رو داره میکنه رویلی از این. با این وجود به نظرم فصل 3 این کتاب یک شاهکاریه در توجیه مسئله اینکه زمان چجوری از ایگنورنس میاد و من نهیدم کسی جای دیگه بتونه توضیح بهتری بده. امیدوارم که فرصت داشته باشید این کتاب رو پیدا کنید بخونید. من از ترجمه های خوب اینا خبر ندارم، شاید ترجمه های خوب فارسی ازشون باشه، ولی اگر انگلیسیتون خوب باشه احتمالاً اذیت نمیشید سر این کتاب یا هر نوشته دیگه، چون خیلی خوب نوشته شده. حتی با عنوان تمرین ترجمه هستن اکثرا، ولی ترجمه های خیلی خوب به عنوان تمرین انگلیسی خوندن هم شاید خوندن این کتابو خیلی بهتون کمک کنه. و یه چیز دیگه این که آدم چند تا کتاب دیگه داره، یه کتابش هم جدیداً چاپ شده، میتونید سرچ کنید، آدم معروفیه، سخنرانی های خیلی خوبی داره. اگر میخواید ببینید این کتاب ارزش خوندن داره یا نه، یه ویدیویی داره این آدم، حدوداً یک ساعته بکنم، جزو اون لکچرهای معروفه رویال اینستیتیوت، میذارم لینکمونم. اگر اون ویدیو رو ببینید تو یک ساعت سعی میکنه خلاصه این کتاب بگی. اگر اون ویدیو رو دیدید و پسندیدید احتمالا خوندن این کتاب براتون خالی از لطف.